نزدیک به یک ماه از آغاز درگیری‌های داخلی در سودان می‌گذرد و طی این مدت شهروندان سودانی آسیب فراوانی دیدند. در همین راستا سازمان حمایت از کودکان یونیسف اعلام کرد که وضعیت کودکان در سودان به دلیل درگیری به سطح فاجعه باری رسیده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. سازمان یونیسف گزارش داد که بیش از 13,600,000 کودک در سودان نیاز فوری به حمایت‌های بشردوستانه نجات دهنده دارند که این بالاترین رقم ثبت شده در این کشور است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد نیاز به کمک‌های بشردوستانه برای کودکان در سودان مهمتر از همیشه است، زیرا آسیب پذیرترین قشر جمعیت برای زنده ماندن و محافظت از خود تلاش می‌کنند. دسترسی ایمن به نیازهای اولیه به طور فزاینده‌ای دشوار می شود. تعداد کودکان نیازمند به کمک‌های بشردوستانه قبل از جنگ حدود 9 میلیون کودک بوده است. یونیسف همچنین هشدار داد وضعیتی که پیش از درگیری برای کودکان وخیم بود، اکنون در سطح فاجعه باری قرار دارد، زیرا دسترسی به غذا، آب آشامیدنی سالم، برق و حمل و نقل نامنظم و دور از دسترس یا هزینه‌اش غیر قابل تحمل است. سازمان یونیسف اعلام کرد بیش از 1 میلیون تن مجبور شدند در جستجوی امنیت به مناطق دیگر، چه در داخل سودان و چه در آن سوی مرزها، به کشورهای همسایه بروند و مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. اعتقاد بر این است که نیمی از آواره‌ها کودک هستند. یونیسف تاکید کرد که بدون پاسخ فوری و گسترده بشردوستانه، عواقب آوارگی و فقدان خدمات اولیه اجتماعی اثرات مخرب و بلند مدتی بر کودکان خواهد داشت. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.